استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور روز پنجشنبه 29 سرطان سال 1396 در رأس یک هیئت عالی‌رتبه دولتی متشکل از اعضای کابینه، رؤسای ادارات مستقل، نمایندگان مردم در شورای ملی، معینان وزارتخانه‌ها و ریاست‌های ادارات مختلف و جمعی از خبرنگاران به شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی سفر نمود. معاون رئیس جمهور را در این سفر نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، انجینیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه، اسدالله زمیر وزیر زراعت، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر، عبداللطیف روشان وزیر تحصیلات عالی، دلبر نظری وزیر امور زنان، محمد اکبر احمدی معین وزارت شهرسازی و مسکن، حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکی، دکتر شاران معین پلیسی اداره مستقل ارگانهای محلی، دکتر پیکان معین ساعت عامه، قاسم حیدری معین وزارت در امور رسیدگی به حوادث، مشاورین معاونیت دوم ریاست جمهوری، اجرایه و جمع از مقامات حکومتی و رسانه‌های مستقل همراهی می‌کردند. معاون رئیس جمهور ضمن سخنرانی در تجمع سنگینی که با حضور هزاران تن از باشندگان مناطق و ولسوالی‌های مختلف ولایت دایکندی ترتیب یافته بود، چندین پروژه را نیز افتتاح نموده و از روند کار و چگونگی تطبیق برخی از پروژه های انکشافی نیز بازدید کرد. معاون رئیس جمهور و هیئت همراه وی در میدان هوایی نیلی، مرکز دایکندی، از سوی معصومه مرادی، والی ولایت دایکندی، رؤسای ادارات ولایت دایکندی، رئیس و اعضای شورای ولایتی، شورای علما، شوراهای زنان، جامعه مدنی، استادان و مسئولین مؤسسات تحصیلات عالی ناصر خسرو و مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی، بزرگان، متنفذین، جوانان، اهالی رسانه و جمع کثیر از مردم مهمان نواز دایکندی مورد استقبال گرم و به یاد ماندنی قرار گرفت. بدیز آبی خوردن باشد قریبی مردن، آبی زهی ندارن. معاون رئیس جمهور پس از حضور در گرد همایی مردم دایکندی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و تبریکی 13 سال روز تأسیس ولایت دایکندی، سلام و احترام محمد اشرف غنی رئیس جمهور را به مردم عزتمند دایکندی تقدیم نموده و از حضور گرم و صمیمانه آنان در این گرد همایی باشکوه و نیز از تلاش های والی ولایت دایکندی، رؤسای ادارات، مسئول این امنیتی ولایت، مخصوصاً قماندان امنیه ولایت اظهار تشکر نمود. استاد دانش دایکندی را سرزمین دلیران، زادگاه شیر مردان بزرگ و شجاع خواند که در طول تاریخ این سرزمین در راه احقاق حق و تامین عدالت و مبارزه با زورگویی و ستم و استبداد با شجاعت تمام مبارزه و از حقوق مردم مظلوم دفاع نمودند. استاد دانش با اشاره به تلاش‌های حکومت وحدت ملی در راستای سربلندی و آبادانی کشور گفت: حکومت وحدت ملی با اینکه در آغاز کار و در طول 2.5 سال گذشته با دشواری‌ها و چالش‌های فراوان مواجه بود، اما اکنون با حرکت در یک مسیر روشن و با انسجام و تجربه بهتر، برنامه های حکومت با موفقیت در حال اجرا و تطبیق است. وی تأکید کرد که ما به اصل مهم وحدت و وفاق ملی و مشارکت عادلانه ملی متعهد هستیم و با هر نوع نفرت پراگنی ها و صداهای تفرق آمیز مقابله خواهیم کرد. از همه گروه های سیاسی و قومی و سیاستمداران داخل و خارج حکومت هم انتظار داریم که در موضع گیری های سیاسی خود این چارچوب را رعایت کنند. استاد دانش فعالیت‌های اپوزیسیونی را در چارچوب قانون اساسی قابل احترام دانست، اما تاکید کرد که اپوزیسیون درون حکومت در ذات خود یک حرکت پارادوکسیکال و از نگاه ملی و بین المللی فاقد منطق حقوقی و سیاسی است. معاون رئیس جمهور با اشاره به جایگاه دولت افغانستان در نگاه جامعه بین المللی گفت: دولت افغانستان به عنوان سنگر اول مبارزه با تروریسم در شرایط حاضر بیش از هر وقت دیگر مورد حمایت و پشتیبانی جامعه بین‌المللی قرار دارد و اکنون افغانستان در جامعه بین‌المللی واقعا از اعتبار و جایگاه بسیار شایسته‌ای برخوردار است.
استاد دانش فعالیت های دولت را در زمینه های انکشافی برجسته عنوان کرد و در سطح منطقه‌ای از پروژه های مانند تاپی و کاسا 1000 امضای توافقنامه ترانزیتی و ترانسپورتی با هند و ایران در مورد استفاده از بندر چابهار، آماده شدن توافقنامه پنجانبه راه لاجورد بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه با عنوان کوتاه‌ترین راه برای وصل افغانستان به دریای سیاه و مدیترانه و راه اتصال افغانستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی با آسیای مرکزی، حوزه قفقاز و اروپا و همچنین آغاز کار خط آهن بین ایران و افغانستان، بین ترکمنستان و افغانستان و بین ازبکستان و افغانستان و همچنین دهلیز خط آهن بین چین، آسیای میانه، ایران و افغانستان و چندین برنامه و پروژه دیگر با عنوان دستاوردهای حکومت وحدت ملی یاد کرد. در سطح داخلی، معاون رئیس جمهور از پروژه های ملی مانند بند سلما، بند کمالخان و چند بند دیگر با منظور مدیریت درست منابع آبی کشور، تهیه ماستر پلان ملی انرژی و پروژه های برق رسانی، مخصوصاً پروژه برق دوشی بامیان، پروژه سرک گردن دیوال، آغاز کار سرک دره صوف یکاولنگ با عنوان بخش از دهلیز شمال و جنوب کشور و سرک قرباغ جاغوری و سایر پروژه های سرکسازی در اکثر ولایات کشور با عنوان نمونه های از تحرک برنامه های انکشافی دولت به مردم نوید داد. معاون رئیس جمهور در کنار برنامه های زیربنایی حکومت وحدت ملی با انکشاف های اداری نیز اشاره کرد و تصریح کرد که در سطح اداری نیز حکومت وحدت ملی با انجام اصلاحات در تدارکات و کنترل قراردادها، اصلاحات عدلی و قضایی و تعقیب مجرمین فساد اداری با پدیده شوم فساد اداری برخورد قاطع و پیگیر داشته است و تاکید کرد اداره تدارکات ما در مقایسه با حکومت قبلی و کمیسیون خاص تدارکات سالهای گذشته در سطح بسیار عالی قرار داره، هم از نگاه ساختار و ظرفیت و هم از نگاه کنترل و نظارت و شفافیت. بسیار غیر منصفانه است که بدون اطلاع از واقعیت ها و حقایق گاهی تنها با دیدگاه های سیاسی برخورد شد. استاد سرور دانش با اشاره به قطعی شدن تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای سرطان سال 1397 تصریح کرد که انتخابات ریاست جمهوری نیز بدون هیچ تردید در سال 1398 برگزار خواهد شد. معاون رئیس جمهور در این دیدار دایکندی را جوانترین ولایت افغانستان خواند و گفت که امروز بعد از 13 سال از تأسیس این ولایت چهره امروز نیلی و دایکندی با چهره آن در تابستان 1383 کاملا تفاوت پیدا کرده و دیگرگونی های زیاده در عرصه های مختلف پدید آمده است. وی تصریح کرد که با توجه به گستردگی و عمق محرومیت ها در دایکندی هنوز برای رسیدن به هدف راه دراز در پیش است و هنوز هم مردم ما در این سرزمین سختی ها و دشواری های زیاده را تحمل می کنند. معاون رئیس جمهور گفت که حکومت وحدت ملی اکنون با تمام توان و ظرفیت خود پاسخگوی نیازهای مردم بوده و خود را در کنار مردم مسئول می داند و امروز من و همکارانم برای این خدمت رسیده ایم تا از نزدیک از شما خبر بگیریم و صدای شما را بشنویم و پیام شما را به حکومت مرکزی و همکاران بین المللی خود برسانیم. وی بعد سپرد که اراده ما بر آن است که دیگر اجازه ندهیم که فقر و محرومیت و تبعیض بیش از این سایه سیاه خود را بر این مناطق بگستراند. معاون رئیس جمهور گفت همکنون ده ها پروژه در عرصه های مختلف با مبالغ قابل توجه در ولایت دایکندی یا در حال تطبیق است و یا در جریان مراحل تدارکاتی قرار دارد. وی تصریح کرد که آنچه ما امروز در حضور شما تعهد می سپاریم پاسخگویی حکومت در قبال تطبیق این پروژه ها است. معاون رئیس جمهور همچنین از علاقه رئیس جمهور به عشق و علاقه شدید مردم دایکندی به معارف و کسب علم و دانایی یاد کرد و گفت که رئیس جمهور به شما پیام داده است که رئیس جمهور گفتن از عشق و علاقه شدید شما مردم دایکندی به معارف
و کسب علم و دانایی و از مشکلات بیشماری که در این راه متحمل می شوید با خبرم و می دانم که تعداد متعلمین و معلمین شما و تعداد کتاب‌های معارف که به ولایت شما فرستاده می شود از بسیاری ولایت‌ها و حتی ولایت‌های بزرگ افغانستان هم بیشتر است و این نشان دهنده ارزش‌گذاری شما به علم و معرفت است. وی گفت که رئیس جمهور گفتند از بابت علم دوستی و معارف پروری شما مردم دایکندی از صمیم قلب از شما تشکر و سپاسگزاری می کنم و از سایر مردم افغانستان هم می خواهم که از مردم دایکندی الگو بگیرند. معاون رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های مدنی در ولایت دایکندی گفت ما امروز افتخار می کنیم که در دایکندی از مرکز ولایت گرفته تا اقصان نقاط قرای این ولایت، قریجات این ولایت، شوراهای محلی زنان تأسیس شده و زنان دوشا دوش مردان کار و فعالیت میکنند و دختران ما بیشتر از پسران به مکتب میروند و با کنکور اشتراک میکنند و علم و هنر میآموزند. معاون رئیس جمهور نظارت بر اجرای درست پروژه ها را وظیفه ادارات محلی دایکندی عنوان کرد و گفت که در دایکندی هم پروژه های زیاده وجود داشته که در مرحله تطبیق مشکل پیدا کرده که نمونه روشن آن میدان هوایی نیلی، پلان شهرک ها، تعمیرات معارف و خدمات صحی است که در اکثر موارد مردم از عدم پیشرفت پروژه ها شکایت دارند. وی تاکید کرد امروز گاهی در بعضی از موارد حداقل ما در دولت هم برنامه داریم و هم پروژه ها داریم، اما غالبا مشکل در تطبیق و یا عدم تطبیق و یا عدم نظارت و کنترل است. در خود دایکندی هم نمونه های از این قبیل داریم. پیشتر یک مورد را دوستان یاد کردن، این میدان هوایی یک مشکل عمده ای که باعث شد از پروژه قبلی بود که در مورد داشتیم و اکنون هم از همین استفاده میشه و اگر از آغاز درست برنامه ریزی می شد این مشکل 2 سال یا 3 سال پیش به طور جدیتر حل شده بود. معاون رئیس جمهور همچنین اصل رعایت بی‌طرفی را از جمله مکلفیت های ادارات محلی خوان و بر رویه نیک و اتفاق و همدلی میان مردم و حکومت تاکید نمود. در این گرد همایی معصومه مرادی والی ولایت دایکندی ضمن آنکه حضور معاون رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان را در ولایت دایکندی خیر مقدم گفت از کارکرد اداره محلی ولایت دایکندی در بخش های مختلف گزارش داده و مطالبات اساسی مردم دایکندی را نیز مطرح کرد. اجازه دهید از جانب خودم و به نمایندگی از مردم عزیز دایکندی تشریف آوریتان را به ولایت محروم و فراموش شده دایکندی خیر مقدم عرض نمایم. ولی مشکلاتی چون فقر، بیکاری، خصوصا جوانان تحصیل کرده، اقتصاد توسعه نیافته و ضعیف و مصرفی، جغرافیای خشن و راه‌های صعب العبور، رشد پدیده اعتیاد، زراعتی که تا هنوز مکانیزه نشده و عدم موجودیت مارکت و بازار برای محصولات زراعتی، فرار نیروهای مستعد و مسلکی از این ولایت، مهاجرت‌ها که تا حال دامنگیر این مردم است، باید تدابیر اندیشید و اجرا کرد تا از این مشکلات اندکی کاست. وی از حکومت مرکزی خواست تا به خواسته های مردم دایکندی در بخش های دسترسی به خدمات بهتر و معیاری صحی، تطبیق ماستر پلان شهر نیلی، اعمار میدان هوایی نیلی، تامین کمبود تجهیزات و تشکیل پلیس دایکندی، تامین امنیت آن بخش از مناطق و ولسوالی های دایکندی که با ولایات ناامن مرز مشترک دارد تاکید کرد. در این گرد همایی رئیس شورای ولایتی و همچنین رئیس شورای علمای ولایت دایکندی ضمن ابراز خرسندی از سفر معاون رئیس جمهور و هیئت امراه بی به آن ولایت از حکومت مرکزی خواستند تا در زمینه ارتقای ولایت دایکندی از درجه 3 به درجه 2، توسعه تحصیلات عالی و دسترسی مردم به معارف، تقویت بخش قضا و انکشاف در ولایت دایکندی توجه جدی نمایند. حاکمیت دولت، قانونمندی و اجرای قوانین در سطح این ولایت با همکاری و حمایت ملت شما برقرار است و تمام نهادها فعالیت دارند.
مقام های عالی رتبه دولتی که در این سفر معاون رئیس جمهور را همراهی می کردند، هر یک از اجراءات ادارات مربوطه برای توسعه و انکشاف ولایت دایکندی گزارش داده و از برنامه های آینده خود در آن ولایت سخن گفتند. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در سخنرانیش گفت که 63 پروژه انکشافی با ارزش مجموعی 470 میلیون افغانی در بخش های مختلف ولایت دایکندی در حال تطبیق است که بخش از آن پروژه ها تطبیق شده و بخش هم در حال تطبیق است. وی همچنین اعلام کرد که 570 میلیون افغانی دیگر را در سال جاری از طریق برنامه میثاق شهروندی با ولسوالی های کیتی، میرامور و مرکز ولایت اختصاص می دهد تا مطابق نیازمندی و اولویت های مردم مناطق یاد شده به مصرف برسد. اگر از لحاظ سرمایه گذاری و تعداد پروژه هایی که در 13 سال قبل تطبیق شده با تعداد پروژه ها و مقدار سرمایه گذاری که در 2.5 سال حکومت وحدت ملی تطبیق شده با هم مقایسه کنیم، می بینیم که از لحاظ تعداد پروژه ها 72.5% مجموع پروژه هایی که در 13 سال گذشته تطبیق شده صرف در 2.5 سال حکومت وحدت ملی تطبیق شده است. وزیر انکشاف دهات همچنین گفت که 76% برنامه های انکشافی 13 ساله در سراسر کشور در بیشتر از 2 سال عمر حکومت وحدت ملی به اجرا گذاشته شده است. محمود بلیخ وزیر فواید عامه نیز ضمن ارائه گزارش مختصر از برنامه های اجرایی آن وزارت در ولایت دایکندی گفت که در سال 2013 در سطح کل ولایت دایکندی پروژه های به ارزش 123 میلیون افغانی، در سالهای 2014 و 2015 پروژه های به ارزش 37 میلیون افغانی در ولایت دایکندی تطبیق شده است و این در حالی است که در سال 2016 پروژه های به ارزش 453 میلیون افغانی و در سال جاری میلادی در سطح ولایت دایکندی پروژه های به ارزش 726 میلیون افغانی در حال تطبیق است. اول سرک که از شهر نیلی شروع میشه به طرف کوتل قناق 10 کیلومترش که تکمیل شده، سرک آسفالت و دو لایه. قسمت دومی هم سرک 10 کیلومتر دومش برای منظوری و اداره تدارکات ملی رفته که انشاءالله هم در میان قریب انشاءالله هم منظوریش امیدوارم گرفته شده که کار از او هم شروع شود و 30 کیلومتر باقی مانده هم که در آخرین مراحل دیزاین خود جناب نویسه که انشاءالله اونا من قریب به اعلان سپرده خواهد شد. آقای بلیغ همچنین گفت در سال جاری پروژه های به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی برای توسعه راه‌های مواصلاتی در ولایت دایکندی در مراحل تدارکاتی یا برنامه‌ریزی قرار دارد. با گفته وی اعمار سرک نیلی قوناق، اسفالت و قیریزی سرک نیلی میرامور، اسفالت جاده‌های داخل شهر نیلی از پروژه هایی است که وزارت فواید عامه در نظر دارد پس از طی مراحل قانونی در سال جاری آن را تطبیق نماید. در این گرد همایی اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز گفت اداره تحت امر وی برنامه های مختلف را مطابق به نیازمندی های مردم ولایت دایکندی طراحی کرده است. وی گفت احداث کانال و بندهای آبیاری، تأسیس باغ های جدید با معیارهای بروز، مقابله با امراض حیوانی، توزیع تخم های اصلاح شده، تأسیس 1600 باغچه خانگی برای خانم های زراعت پیشه، ارائه برنامه های آموزشی برای زنان و تلاش برای از بین بردن امراض زراعتی در 6900 جریب زمین از برنامه های آن وزارت در سال جاری است که بخشی از آنها اجرا شده و بقیه نیز در حال تطبیق است. ما در جریان سال گذشته قادر شدیم در بخش های مختلف چون آبیاری، باغداری، مالداری و دیگر بخش ها خدمات مهمی را برای کمک به دهقانان این ولایت انجام بدهیم. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز ضمن تشویق مردم و جوانان دایکندی به مبارزه پیگیر با احتیاط و مواد مخدر گفت که 2 میلیون دلار تحت عنوان اجراءات خوب و مبارزه با کشت و قاچاق تریاک در ولایت دایکندی به مصرف رسیده و 2 پروژه دیگر با عنوان معیشت بدیل در این ولایت نیز تطبیق شده است. امیدواری ازی هستم که به خاطر داشتن جامعه سالم، خانواده های سالم و اولاد های سالم
امی قسمی که در طول تاریخ این ولایت در برابر تمام ناملایمات مقاومت میکنند، امروز در برابر بعضی کمیها و نواقص مقاومت میکنند، در برابر این پدیده شوم، این پدیده خانمانسوز باید مقاومت بیشتر انجام دهند تا باشد ما در آینده یک جامعه سالم آری از خشونت مواد مخدر داشته باشیم. عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن آنکه مشکلات بودجوی و کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی را از چالش‌های اصلی فراروی آن وزارت عنوان کرد، از توجه روز افزون مردم و به خصوص جوانان در ولایت دایکندی به تحصیل و کسب دانش قدردانی کرد. ما اگر قام مختصر خدمت شما عرض کنم که در افغانستان به صورت عموم با هر 30 یا 35 یا 40 محصل یک استاد ما داریم. در دایکندی به حدود 31 محصل یا دانشجو یک استاد داریم. وی گفت خوشبختانه در ولایت دایکندی از هر 2 نفر محصل یکی دختر است و این می تواند برای دیگر ولایات کشور الگو و سرمشق قرار گیرد. و ضمن تشریح برنامه های اجرایی وزارت تحصیلات عالی در دایکندی و پروژه های تحت کار تعهد سپرد که به مطالبات مردم ولایت دایکندی و نیازمندی های دانشگاه ها و محصلان آن ولایت رسیدگی کند. همچنین دلبر نظری وزیر امور زنان در سخنرانیش گفت بر اساس برنامه های اجرایی آن وزارت، زنان ولایت دایکندی از برنامه گسترده توانمندسازی زنان که از طرف جامعه جهانی تمویل می گردد و همچنین دیگر برنامه های ملی حمایت از زنان برخوردار خواهند شد. وی گفت اعمار باغ زنانه، تعمیر ریاست امور زنان ولایت دایکندی، تعمیر مرکز آموزشی باغ زنانه از برنامه های تطبیق شده در ولایت دایکندی است و این وزارت تلاش دارد تا با اعمار مارکت مسئول برای زنان، اعمار جمنازیوم و کتابخانه معیاری، سرسبزی، باغ زنانه، تأسیس کودکستان و آموزش زنان تجارت پیشه سهولت های بیشتری را برای زنان دایکندی فراهم سازد. اما کارکردهای وزارت امور زنان در قسمت ولایت دایکندی پروژه هایی که داریم آرزو دارم که امروز یکی از پروژه های وزارت امور زنان که از بودجه انکشافی وزارت امور زنان تکمیل شده، شخص جلالت مامیس به دستان مبارکشان این پروژه باغ زنانه امروز افتتاح میکنند با جناب با همه وزیر صاحبای محترم کابینه. در گردهمایی روز پنجشنبه در ولایت دایکندی، معینان وزارت شهرسازی و مسکن، رئیس اداره هوانوردی ملکی، معاون پلیسی اداره ارگانهای محل و معین وزارت صحت عامه نیز هر یک در مورد برنامه‌های اجرایی ادارات مربوطه در ولایت دایکندی توضیح داده و تعهد سپردند که در راستای تامین خواسته‌های مردم آن ولایت تلاش خواهند کرد. رئیس هوانوردی ملکی از آماده سازی میدان هوایی فعلی برای نشست تیاره های شرکت های خصوصی و نیز تطبیق پروژه میدان هوایی جدید خبر داد. معین پلیسی اداره ارگان های محلی نیز گفت که ساختن کامپلکس ولسوالی در چندین ولسوالی در حال طراحی است که حکومت تصمیم دارد آن را جهت سهولت در دسترسی مردم به خدمات عمومی تطبیق کند. همچنین معین شهرسازی و مسکن ماسترپلان شهر جدید نیلی و شهر جدید چندین ولسوالی را به والی ولایت دایکندی سپرد. معین وزارت صحت عامه نیز از سرعت بخشیدن به کار شفاخانه 100 بستر ولایتی دایکندی و نیز چندین برنامه صحی در سطح ولایت خبر داد. در این گردهمایی ریحانه آزاد عضو ولسی جرگه و محمد نور اکبری نماینده پیشین مردم دایکندی در ولسی جرگه نیز سخنرانی کرده و بخشی از مطالبات و خواسته های مردم ولایت دایکندی را در زمینه های گوناگون مطرح کردند و این محفل با دعای امام جمعه شهر نیلی اختتام یافت. در ختم گردهمایی باشکوه مردم دایکندی، معاون رئیس جمهور و هیئت همراه استادیوم ورزشی نیلی مرکز ولایت دایکندی را افتتاح کردند که به هزینه مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمال شده است. افتتاح تعمیر ریاست انکشاف دهات و برنامه میثاق شهروندی و همچنین افتتاح تعمیر شورای ولایتی ولایت دایکندی که با هزینه مالی وزارت انکشاف دهات اعمال شده است، از دیگر برنامه‌های بود
که در این سفر معاون رئیس جمهور اجرا شد. همچنین معاون رئیس جمهور فاز اول سرک نیلی شهرستان را که به هزینه مالی وزارت فواید عامه به طول 10 کیلومتر به صورت پخته و اساسی اسفالت شده است افتتاح کرد. فاز دوم این سرک نیز قرارداد شده است و به زودی توسط شرکت برنده شروع خواهد شد. همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور و هیئت همراه بی در سفر به ولایت دایکندی از باغ زنانه آن ولایت و نمایشگاه صنایع دستی زنان بازدید کرده و از تلاش های زنان دایکندی در عرصه های مختلف از جمله باغداری و صنایع دستی قدردانی کرد. وی همچنان از جریان کار پانزده زراعت، ساختمان تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دولتی دایکندی بازدید نموده و ضمن هدایات لازم به وزارت تحصیلات عالی در باب توسعه زیربناهای تحصیلی در دایکندی به محصلان و اساتید مؤسسه تحصیلات عالی دایکندی وعده سپرد که به مطالبات آنان در راستای توسعه تحصیلات عالی رسیدگی خواهد کرد. همچنین در جریان این سفر، معاصلان و اساتید مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو و مؤسسه تحصیلات عالی دولتی طی تومار بلند خواهان مجوز ماستری شدند که معاون رئیس جمهور و وزیر تحصیلات عالی وعده جدی سپردند. معاون رئیس جمهور در پایان سفر یک روزش به ولایت دایکندی از خانواده شهید که جوان عزیزش را در جنگ با مخالفان مسلح دولت در ولسوالی کجران آن ولایت از دست داده بودند نیز دلجویی کرد. استاد دانش معاون رئیس جمهور و هیئت همراه بی عصر روز پنجشنبه نیلی مرکز ولایت دایکندی را به مقصد کابل ترک نمودند. سخنرانان محترم دیروز تاکید به این عنوان کردند زنان و صلح با هم بسیار رابطه نزدیک دارند. جوامع در جاهایی که زنان از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی توانمند باشند ثابت شده است که بیشتر پر صلح هستند. به خاطر همین راه به طرف صلح در افغانستان مربوط همگی هست، یعنی برای همگی هست، برای مردها و برای زنها هستند. زنها و دخترها باید ادامه دهند، همانطور که امروز و در روزهای آینده ادامه میدهند تا بالاخره برای حقوق خود صدای خود را بلند بکنند، تعلیم درست بخواهند و مشارکت فعال را در سیاست و در اقتصاد